سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران مطالب نظامی ایران و جهان. به نظامی ترین رسانه فارسی زمان یوتیوب خوش اومدید. امروز میخواییم به نقش جنگنده های فانتوم توی نیروی هوایی ایران بپردازیم و ببینیم که این جنگنده تا حالا در نیروی هوایی ایران چه کارهایی انجام داده و نیروی هوایی با این جنگنده تا حالا چی کار کرده که باعث شده آمریکایی‌ها خودشون بتونن این جنگنده ها اعتراف بکنن. تا پایان با ما همراه باشید تا به خلق اسطوره دیگه توسط نیروی هوایی ایران بپردازیم. اگه تا حالا به جمع نظامی های یوتیوب نیومدی بودید، حتما کلید سابسکرایب و زنگوله کنارشو بزنید تا از برنامه های حاشیه نیوز با خبر بشید. وقتی به سایت نشریه میلیتاری واچ که یه مجله آمریکایی هستش سر بزنیم، یه مقاله در مورد فانتوم های ایرانی رو در اون نشریه میتونیم ببینیم که از توانایی این جنگنده ها با اینکه سالها از تولید این جنگنده ها میگذره گفته. این نشریه درباره توانمندی های فانتوم های ایرانی خیلی نوشته و گفته که جنگنده های فانتوم ایرانی سنگین تر و سریع تر از جنگنده های رقیب از جمله F-16 و F-18 هستش که توی نیروی هوایی دشمنان ایران استفاده میشه و میتونه توی ارتفاعات بالاتری نسبت به اونها عملیات انجام بده. ضمن اینکه این هواپیمای جنگنده با وجود اون که متعلق به دوره جنگ ویتنامه با مدرن سازی بومی گسترده که توی ایران روی اونها انجام شده، به یه تهدید جدی و قابل اعتنا تبدیل شده. این نشریه همچنین درباره شکار ناوهای آمریکایی توسط این جنگنده ها گفته که از اونجایی که ایران برای دفاع هوایی جنگنده های شکاری F-14 و میگ 29 رو داره، جنگنده های F-4 فقط و فقط برای حملات هوایی و برتری هوایی طراحی شده بود، ولی کم کم توانایی این جنگنده ها بیشتر و بیشتر شد و عملیات های مختلف تری رو انجام داد. این نقش تهاجمی شامل انجام حملات متعارف علیه اهداف زمینی از جمله عملیات نظامی علیه تروریست های داعش توی عراق و همچنین ماموریت شکار کشتی در خلیج فارس. میلیتاری واچ توی بخش دیگه از گزارش خودش با اشاره به توانمندی دریایی ایران نوشته که برای ارتش ایران توانایی تهدید کشتی های جنگی دشمن در آبهای خلیج فارس توی تنگه باریک اما به شدت استراتژیک هرمز یک قابلیت کلیدی به حساب میاد. این کشور علاوه بر توانمندی موشکی خودش، سامانه های تسلیحاتی متفاوتی رو برای خونسا کردن تهدید ناوگان جنگ دشمنان توسعه داده تا بتونه مانع از حملات احتمالی اونها بشه. این نشریه در ادامه نوشته که قایق‌های تهاجمی بومی ایران و زیردریایی‌های دیزلی اون شامل زیردریایی پیشرفته کلاس کیلویی روسیه و یه تعداد از زیردریایی‌های ساخت کره شمالی با بررسی دقیق عملیات‌های ناوگان دریایی آمریکا از قابلیت بازدارندگی بالایی در برابر هر گونه حمله احتمالی غرب به این کشور برخوردارند. تونستن ناوهای جنگ دشمن رو از ساحل دور نگه دارن. نشریه آمریکایی میلیتاری واچ توی این گزارش خودش به توانمندی موشکی دفاعی ایران هم پرداخته. به نوشته این نشریه، ایران موشک‌های کروز چین رو به تعداد زیادی در داخل کشور بومی‌سازی کرده و سامانه‌های موشکی پیشرفته‌ای رو برای هدف قرار دادن کشتی‌های دشمن از هوا توسعه داده. این نشریه در ادامه نوشته موشک کروز ضد کشتی نصر به عنوان توانمندترین موشک کوتاه‌برد ایران نمونه مشابه موشک چینی C-704. این موشک با برد 35 کیلومتر و توانایی نزدیک شدن به ناوهای دشمن در ارتفاع کم به گونه‌ای بهینه‌سازی شده که بتونه از جنگنده های فانتوم F-4 ایران شلیک بشه. از اونجایی که هر فانتوم میتونه چندین موشک حمل بکنه و برد بالایی هم داره، وقتی که به موشک نصر مسلح بشه میتونه تهدید جدی برای کشتی های دشمن به شمار بره. میلیتاری واچ گفته که علاوه بر موشک نصر، یه موشک ضد کشتی دیگه هم برای استفاده توی این فانتوم های ایران ساخته شده. این موشک با اسم قادر یه موشک کروز با برد متوسطه که مشابه موشک چینی مافوق صوت C-802 هستش و قابلیت هدف قرار دادن اهداف تا فاصله 200 کیلومتری رو داره. طبق گزارش ها ایران فناوری این دو موشک دارای طراحی مشابه چینی رو به گونه‌ای بهینه‌سازی کرده تا این موشک ها در زمان مقابله با دشمنی که مجهز به قابلیت های پیشرفته جنگ الکترونیکه بتونه سازگار باشه. این نشریه در پایان نوشته که فانتوم های F-4 ایران میتونه در ارتفاع بالا و با سرعت بیش از 2 ماخ پرواز بکنه. این فانتوم ها در هنگام پرتاب موشک انرژی جنبشی قابل توجهی رو به موشک ها منتقل میکنه. اونها همچنین در مقایسه با جنگنده های غربی در حال خدمت از مزیت سرعت قابل توجه و توانایی پرواز در ارتفاع بالا برخوردارن. در حال حاضر وجود ده ها جنگنده فانتوم در نیروی هوایی ایران باعث شده که این جنگنده ها نقش مکمل موثری رو در کنار سایر سامانه‌های پیشرفته دریایی این کشور ایفا بکنن.
دو سه ماه پیشم یه وبگاه تحلیلی آمریکایی توی مطلبی به توانایی متخصصان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به ارتقا و بازآمد جنگنده‌های F4 فانتوم و بقیه جنگنده‌های ایران پرداخت و نوشته که توانایی ایران در حمله بالقوه هوایی به اهداف با دقت خیلی بیشتر و با کمک تسلیحات بومی تهدیدی برای رقبا به حساب میاد. وبگاه آمریکایی 1445 توی گزارشی به قلم مایا کارلین تحلیلگر مؤسسه مطالعات امنیتی نوشته که در حالی که ایالات متحده بعد از سقوط سلطنت پهلوی ارسال جنگنده F4 رو به ایران متوقف کرد، نیروی هوایی این کشور تونسته این هواپیمای جنگنده رو حفظ بکنه و حتی ارتقا بده. بر اساس این گزارش توی نوامبر 2020 ایران بمب‌های هوشمند هدایت شونده الکتروپتیکی 900 کیلوی قاصد رو توی رزمایش سالانه مدافعان آسمان به نمایش گذاشته. توانایی ایران در حمله بالقوه به اهداف با دقت خیلی بیشتر با کمک این تسلیحات تهدیدی برای رقبا به حساب میاد. بنا به اعلام آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، ناوگان فعلی جنگنده F4 ایران باید یه هشدار به دشمنا باشه. ایران همچنین میتونه برای تکمیل قابلیت‌های حمله دوربرد خودش از نیروهای نیابتی منطقه‌ای و توانایی حمله هوایی محدود خودش برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی دشمن استفاده بکنه. ایران یه انبار از هواپیماهای جنگی مثل F4 داره که میتونه برای حمله به دشمنان از اونها استفاده بکنه. البته این جنگنده‌ها در قیاس با جت‌های جدیدتر برابر دفاع هوایی آسیب‌پذیرتر هستند. توی بخش دیگه این تحلیل اومده که اگرچه ناوگان F4 ایران در حال پیر شدنه، اما این جنگنده‌ها میتونن با موفقیت از همتایان خودشون در منطقه پیشی بگیرن. دستیابی ایران به سامانه‌های موشک ضد کشتی پیشرفته هواپایی هم یه تهدید دیگه برای دشمنان ایرانه. این تسلیحات از طرف دشمنان ایالات متحده از جمله چین برای حملات دریایی کمک می‌کنه. به عنوان مثال موشک کروز ضد کشتی نصر ساخت ایران یک گونه از موشک C-704 ارتش چینه. نیروی هوایی ایران همچنین موشک کروز میانبرد بومی خودش رو برای پرتاب از F4 فانتوم ساخته. در انتهای این تحلیل اومده که ناوگان فانتوم ایران در ترکیب با اسکادران‌های جنگنده F14 و MiG-29 که ستون فقرات نیروی هوایی ایران رو تشکیل میدن نباید دست کم گرفته بشه. چند وقت پیش هم اندیشکده واشنگتن به بازآمد هواپیماهای سوخو 22 فیتر و استفاده اون توسط نیروی هوایی سپاه پاسداران اشاره کرد و نوشت بین 16 تا 22 فروند از این هواپیماهای ایران چند سال بعد عملیاتی میشن. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.